هر کس در مسیح عیسی است خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت و اینک همه چیز تازه شده. به واسطه آن که به خون عیسی مسیح شسته شدیم، تمام کسانی که به او ایمان دارن، بنابراین از خرقه برخوردار شدیم که خرقه عدالت و حقیقت و راستی است، خرقه پاکی و خرقه قدوسیت که ما را در برابر چشمان خداوند پاک و منزه به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح قرار میده و جلوه میده. درودهای خودم رو خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم که شیش فیروز هستم. این هفته دوم هست که افتخار این رو دارم در خدمت شما باشم با درس هایی در مورد جفا. اگر دوستانی هستند که برای اولین بار به ما پیوستن در این برنامه، بد نیست که یک گریزی به درس گذشته بزنیم و یک توضیح مختصری بدم که معنای صحبتی رو که میخوایم در موردش کندکاش بکنیم به کجا خواهد انجامید یا از کجا شروع میشه. نقطه عطف و نقطه شروع ماجرای زندگی ایمانداران مسیحی همیشه جایگاهی هست که همراه با جفا و آزار هست، به دلیل ساده ای که خداوند اعلام میکنه شما مریدان و شما رهروان راهی هستید که حقیقت و راستی لقب داره. پس بنابراین زمانی که شما اعلام میکنید که دنبال کنندگان حقیقت هستید و پیروان عیسی مسیح هستید، که من معنای این دو کلمه رو شاید امشب و شاید در درس‌های بعدی بتونم برای شما بیشتر توضیح بدم که هر دوی اونها یکی هستند، عیسی مسیح و حقیقت. از زمانی که شما خرقه عدالت مسیح رو بر تن می‌کنید، جفا آغاز میشه و گفتیم جفا در زندگی یک ایماندار مسیحی گریز ناپذیر هست. چرا؟ چون مسیح می‌فرماید مانند گوسفند شما را به میان گله گرگان می‌فرستم و در جهان برای شما آزار خواهد بود. شاید برای خیلی ها این کلمه گوسفند زیاد خوشایند نباشه، اما قدر مسلم معنا و بار واقعی خودش رو دنبال داره. گوسفند به عنوان یکی از بی‌آزارترین موجودات روی زمین و برابری که مسیح داره با این مثال میکنه همه چیز رو برای ما روشن میکنه. هفته یه گذشته خدمت شما عرض کردم که چطور ما در زندگی ایمانی خودمون، چطور در دنبال کردن عیسی مسیح میتونیم مورد جفا قرار بگیریم و میتونیم مورد آزار قرار. اجازه بدید بریم و جفا بر کلیسا رو که جلسه گذشته قول داده بودم که دنبال بکنیم رو بهش نگاه بکنیم در لابلای ورقه های تاریخ. و گفتم برای این مسئله خیلی مهم هست که ابتدا سری به کتاب اعمال رسولان بزنیم، چون کتاب اعمال رسولان برای ما یک نمونه بسیار زیبا و ملموسی هست از اون چه که شاگردان و پیروان راه انجام دادن و اون چه که در مورد جفا شما میتونید در این رابطه ببینید و بشنوید. بر مبنای کلام خدا و رویدادهای کتاب اعمال رسولان درس‌های بسیار زیبایی به ما داده شده که میتونیم از اونها نمونه بگیریم برای پیشبرد زندگی ایمانیمون. جلسه قبل خدمت شما عرض کردم و با این گمان میکنم تموم کردم که جفا برای کلیسا برکت هست، نه خود جفا بلکه نتایجی رو که جفا به همراه داره. اولا جفا بر کلیسا همونطور که عرض کردم از همون دقایق اول به خود عیسی مسیح آغاز شد. در نظر داشته باشید که جفا میتونه خیلی چیزها باشه، خیلی جورها اتفاق بیفته، میتونه اخراج از کار باشه، میتونه آزار خانواده و توهین و افترا باشه، که البته همه اینها خیلی زود به اون کلایم اکس یا به اون اوج خودش خواهد رسید که
تهدید مرگ و شاید هم به مرگ ختم بشه. عیسی مسیح نمونه بارز و زیبایی از این جملاتی است که چند دقیقه پیش برای شما عرض کردم. عیسی در برابر چشمان هزاران هزار یهودی معجزات عجیب و عظیم کرد. در واقع عیسی مسیح ریشه بیماری رو در منطقه فلسطین از بین برد و کند. عیسی مسیح در برابر چشمان حیرت زده و متعجب هزاران هزار نفر کوران را بینا کرد، ابرسان رو طاهر کرد، کران رو شنوا کرد، لنگان رو خرامان کرد، مردگان رو زنده کرد و دیوانگان رو صحت و سلامتی داد. با همه این احوال به او تهمت زدن که تمام این احوال، تمام این کارهایی رو که تو انجام میدهی به واسطه قدرت بعلزبول هست یا به قدرت شیطان داری انجام میدی این کار. یکی نبود از این قوم سوال بکنه که از کی شیطان علاقمند به شفا دادن شما شده. بالاخره این جفاها تا به مرگ به روی صلیب همراه مسیح ادامه یافت. اگرچه این نقشه خدا بود تا عیسی رو کفاره گناهان ما بکنه، اما از این جفاها نمیشه بدون تأمل و تعمق گذشت به سادگی. سپس دفن عیسی مسیح و قیام عیسی مسیح از مردگان و حالا شهامت دور از انتظار شاگردان، یعنی یک پدیده عجیب و غریب که تنها دلیل منطقی که میتونیم برای اون پیدا بکنیم این است که این شاگردانی که امروز چنان شهامت پیدا کردن، این چنین ایستادگی پیدا کردن، فقط به واسطه دیدن عیسی مسیح قیام کرده است که صاحب این اقتدار شدند و صاحب این شهامت شدند. چون این شاگردان همان کسانی هستند که در چند هفته گذشته در جریان دستگیری عیسی مسیح همه متواری شدند. یک، رهبر شاگردان به زعمی یا به عبارت دیگر که گوینده یا سخنگوی به قول معروف شاگردانم بود، پتروس رسول، ایشون در برابر چند نفر افراد عامی و ساده به جدیت و به سختی اعتراف میکنه که حتی عیسی رو نمیشناسه. پس خیلی راحت میتونیم این واقعیت رو از چند هفته قبل تا به امروز، تا به این لحظه که شهامت شاگردان رو شما در اعمال رسولان میبینید، به این باور برسید که مسیح زنده رو ملاقات کرده. نگاه کنیم به کتاب اعمال فصل دوم آیه 14. همون پتروسی که برمیخیزه و جلوی چشمان حیرت زده مردم اینگونه موعظه میکنه. من دوست دارم که این قسمت رو با همدیگه مطالعه بکنیم. اگر همراه من باز بکنید اعمال فصل دوم آیه 14. پس پتروس با آن 11 برخواسته آواز خود را بلند کرده به دیشان گفت: ای مردان یهود و جمیع سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا گیرید، زیرا که اینها مست نیستند چنان که شما گمان میبرید، زیرا که ساعت سوم از روز است، بلکه این همان است که یوئیل نبی گفته که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود و از بالا در افلاک عجایب و از پایین در زمین آیات را از خون و آتش و بخار و دود به ظهور آورم. ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، از اینجا به بعد دقت بکنید شهادتی که داده میشه، عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید چنان که خود میدانید، این شخص چون بر حسب اراده مستحکم
و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. که خدا دردهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد، زیرا که داوود درباره وی میگوید: خداوند را همواره پیش روی خود دیده ام که به دست راست من است تا جنبش نخورم. این صحبتیه که پتروس برای اولین بار بعد از اون ماجراهایی که براش پیش آمده و توبه‌ای که میکنه در حضور خداوند و در حضور مردم صحبت میکنه. یعنی گفتم یک پدیده عجیب و غریب که تنها دلیل منطقیش رویارویی با عیسای زنده و قیام کرده است. ماجرا رو دنبال میکنیم در آیات 22 تا 25 براتون قرائت کردم. پتروس حقیقت رو داره اعلام میکنه و مثل خداوندش عادلانه داره سخن میگه. این خیلی مهمه عزیزان، خواهش میکنم به این نکته خیلی دقت بکنید، چون اون چه که من و شما رو در برابر و یا در رویارویی با جفا قرار میده، مسئله ایستادن برای حقیقت و راستی است. همان دو موضوع اصلی، یعنی آتش و بنزین، که فوراً مشتعل میشه و شعله های جفا رو بلند میکنه. امروز هم آوای خداوند از دهان پتروس چنان که آن روز عمل کرد دوباره شنیده میشه، که میفرماید توی آیه 37 از همون فصل دوم: چون شنیدند دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند: ای برادران چه کنیم؟ پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. به هر صورت رویداد بعدی که چند وقت دیگه اتفاق میفته مثل و مشابه همین رویداده که خدمتتون عرض کردم، با این تفاوت که در جریان اول 3000 نفر از موعظه پتروس و شهادت او بر راستی توبه میکنن و در جلسه دوم 5000 نفر. البته تعداد مردان همیشه ذکر شده، اما از قرار معلوم همراه بانوان و همراه نوجوانان و بچه ها شاید قریب به 20000 نفر، یعنی در واقع میتونم بگم در این دو جلسه 50000 نفر توبه میکنند و به عیسی مسیح ایمان میارن، به دلیل این که پتروس برای حقیقت ایستاد. او برای راستی ایستاد. اگر فرصت بکنید و فصل سوم رو نگاه بکنید، آیه 12 تا 21 رو، سخنرانی یا شهادتی رو که پتروس رسول در اونجا میده، یعنی برای بار دوم میده، و سخنرانی و شهادتی رو که در همین قسمتی که برای شما خوندم ارائه میکنه، چیز مهمی فرق نکرده. یعنی شاید به جرأت بتونم بگم که هر دوی اینها یکی هستن، تقریبا از یک نوع کلمات استفاده شده و از یک نوع تون صدا هم برخورداره، که شما اون مرد عادل رو کشتید ولی خدا او را برخیزانید. خدا او رو مقرر کرده بود که چنین بشه، هیچی عوض نشده. پتروس همونجا و هم اینجا میگه: شما مسیح رو کشتید اما از روی نادانی کردید، الان هم باید توبه کنید تا به اسم عیسی نجات پیدا کنید. دفعه قبل هم همین موضوع رو عنوان میکنه، منتها فرقی که اونجا داره، دفعه قبل با معجزه زبانها این سخنان تایید شد، اینجا با معجزه فلج مادرزاد داره مورد تایید خداوند قرار میگیره، صحبتها و شهادتهایی که ایشون میکنه. اما بلا فاصله شعله هایی که از چند روز پیش در حال علو گرفتن بود ظاهر میشه و جفا آغاز میشه. فصل چهارم میبینید که رهبران یهود و سربازان بر سر اونها ریختند
و اونها رو دستگیر کردن و همراه خودشون بردن. چرا؟ جواب آیه 2 هست. چون مضطرب بودند. مضطرب از چی بودند؟ از اعلام حقیقت مضطرب بودند و انجام عدالت. روز بعد از اینکه اونها رو در زندان نگه داشتن میارنشون و توی آیه 7 ازشون سوال میکنن، در واقع دارن محاکمهشون میکنن و ازشون سوال میکنن که خب به ما بگید شما به چه اقتدار و به چه قدرتی این اعمال رو انجام دادید. منظور از به چه اقتدار این اعمال رو انجام دادید یعنی هم اون شفاست و هم سخنانی که گفته شده، حرفهایی که ایراد شده. آیه 9 پتروس برمیگرده میگه آیا به خاطر عمل نیکی که انجام دادیم اینجا دارید ما رو محاکمه میکنید و این مرد رو شفا دادیم؟ اما این رو خوب درک کنید، ما او را شفا ندادیم، بلکه آیه 10 رو نگاه کنید، میگه بلکه به نام عیسی که شما او را مصلوب کردید و خدا او را برخیزانید این مرد شفا یافته. پس چون چاره ای نداشتن میگه تنها به توهین و تهدید اکتفا کردند و اونها رو رها ساختن. اما این تازه آغاز کار و ماجراست. عزیزان، در طول 3 قرن اول مسیحیت 10 جفای هولناک بر کلیسای خداوند وارد شد. احضار و اخطار به پتروس و یوحنا با تهدید به پایان رسید و اونها را آزاد کردند. اما طولی نکشید که این تهدیدات جامعه عمل پوشید. شهادت استیفان، شهادت یعقوب، آغاز ورود جفا به مرحله‌ای شد که برای دستگیری ایمانداران به مسیح خانه به خانه و شهر به شهر اونها رو تعاقب کردن. همان چیزی که با نهایت ناباوری امروز هم ما شاهدش هستیم. امروز هم حتی در کشور خودمون ایران شاهدش هستیم. اونچه که باعث بروز این جفاها شد که تا به مرگ مسیحیان هم جلو بره همان دلیلی است که اون روز بود و همان دلیل امروز هم مورد استفاده است. به این معنا که در اون زمان بعد از رسوندن پیغام انجیل توسط پتروس که گفتم حدود 50,000 نفر توبه کردن در موعظه اول و دوم و ایمان آوردن و این باعث شد که رهبران مذهبی و رهبران سیاسی در اورشلیم رو به وحشت بندازه و اونها رو وحشت زده بکنه. چرا؟ چون ستون اصلی کار اونها که باید بر اساس راستی و حقیقت بود و نبود در حال ویران شدنه. عدم داشتن راستی، عدم داشتن عدالت، عدم داشتن حقیقت. برای همین بود هم وحشت زده شدن و هم ترسیدن و شروع کردند صداها رو خاموش کردن و جفا آغاز شد و به این ترتیب روز به روز شدت شعله‌هاش بلندتر و ویرانگرتر شد تا سال 63 میلادی که آقای نرون ششمین امپراتور روم بر سر کار اومد از یک خانواده و حالا دیگه جفا بر کلیسا یک موضوع دولتیه که تمام قلمرو زیر تسلط امپراتوری روم رو فرا گرفته. چرا؟ چون امپراتور خودش رو خدا میدونه و به مردم میگه من در لباس و در جایگاه و در اقتدار خدا هستم، پس شما باید منو مورد تجلیل و اکرام و احترام قرار بدید. و مسیحیان هم گفتن نه آقا ما این کارو نمیکنیم. پس دستور قتل عام صادر میشه. مسیحیان رو در زمان نرون مثل فتیله در شمع قرار میداد و اونها رو میسوزوند و میگفت روشن کنید جهان رو، شما که عیسی مسیح بهتون گفته نور این جهان هستید، پس بتابید و دنیا رو روشن کنید. این سرآغاز جفایی بسیار همگیر بود که در امپراتوری روم تازه آغاز شده
و کلیسای خداوند یعنی کلیسای عیسی مسیح از این لحظه به بعد وارد جفای عمومی و وارد قسمتی میشه که شاید بشه اون رو تاریکترین و سختترین روزهای تاریخ کلیسا به حساب آورد. تا هفته آینده یا جلسه دیگر که در خدمت شما هستیم، همه شما عزیزان رو به دست خدای متعال می‌سپارم. گذر از بیم و آتش ایمان یارم بود، نور عیسی شب چراغم در هر قدم بود، خواندم در جفا فیضش دو چندان، اینک در بند و پریشان در کنج زندان، سر در گریبان. آه ای هم صدا یار، امشب به یادم آر، در وحشت و تردید بن‌بست این تکرار. ای هم بغض این آوار، در سایه های دار زنگ صدایم باش تا لحظه دیدار. I'm bored.